15 آخرین عملیاتی داد بودن که برای خوب جلوه دادن بود. اصلا کارگر گیر نمی اومد. کسی کارگری نمی کرد. کارگر گرفتن، سیستم کارگریشون رو تقویت کردن، انسان رو ارزون کردن. مدرک بالای تحصیلی داری مهم نیست. اون دیدگاه بهش هست که این باید کارگری بکنه تحت هر شرایطی. حتی شما اینجا خونه هم میخوای بری بخری، خیلی از آلمانی‌ها میگن به خارجی ها ما خونه نمیفروشیم. من دوستان خیلی زیادی اینجا داشتم، از ایران اومدن بلوکارت گرفتن، تخصصشون رو گرفتن، به محض اینکه پاس آلمانیشون رو گرفتن از این کشور رفتن. یک چیز نژاد پرستانه زیر پوست اینجا هست. هر کی میگه نیست دروغ میگه. ببینید، یک خارجی تو یک شرکتی که داره کار میکنه با یک آلمانی، کارشون یکیه. اون مثلا میگیره آلمانی 4000 یورو، خارجی میگیره 2500 یورو. در پاره ای از مواقع مدارک تحصیلی خارجی از آلمانی بالاتر هم هست. اینجا ظاهری که از بیرون براش ساختن با باطن شما این همه سالی رو توی زندگی میکنیم کاملا متفاوت. کل کارهای خدماتی بالای 70% کارمنداشون همه خارجی هست، با حداقل حقوق، حداقل امکانات. ایرانی های قدیمی که ما اینجا تو شهر خودمون میبینیم همه ناقصن از بس کار کردم. اگر من توی ایران اینقدر اینجا فعالیت داشتم، تو ایران اون فعالیت داشتم، میلیاردر بودم. اینجا فقط رنگی علکیه. بعد از دور نگاه میکنه طرف، آه چه جای خوبیه، چقدر خوبه. اینایی که به صورت تحصیلی و شغلی میان، اول اینکه دانشجوها هستن، میره تو رستوران کار میکنه، کارگری میکنه. متاسف قلبه یکی از دوستان، توی ایران این آدم میره تو رستوران تی بزنه کف رستوران رو، به خدا اگه بره. ولی اینجا میره تی میزنه، با افتخارم میره تی میزنه، چون مغزش تغییر کرده. زندگی مشقت باری دارن، یعنی کم مونده دیگه تو خیابون بخوابن. ایرانی ها یه تصویری از خودشون برای خانواده ها نشون میدن، برای دوستاشون توی همون اینستاگرام. فکر میکنن اینجا چه خبره؟ به خدا اینجا هیچ خبری نیست. ببین، من پاریس هم رفتم، شاید 5 بار من رفتم پاریس. پاریس کثیف‌ترین جایی بود که من تو زندگیم دیدم. خیلی کثیف بود. از در و دیوار این شهر آشغال و زباله و بوی ادرار. کارگر اینجا گفتن ساعتی 14 یورو. اینقدر این حقوق کمه که تو خرج یومیه، یومیهش هم طرف میمونه. اینقدر خدمات گرونه که اصلا شما چیزی به پسنداز نمیرسی. یعنی با ایرانش فرقی نداره الان. در حال حاضر هیچ تفاوتی نداره. تو جنگ اوکراین من پول گازم اومد برجی 370 یورو. بکن یه ور خونه همیشه سرده، یه ور خونه هم سه. همیشه هم یه دونه پولیور من تنمه تو زمستون. برقمون رو دوتا رو جرأت نمی کنیم بکنیم سه تا. دوتا رو کردیم یکی. ببین، مواد غذایی که توی ایران ما همه میخوریم، اینا همهش بیوه. هیچ کدوم ژنتیکاش دستکاری نیست. بیو اینجا خیلی گرونه، خیلی گرونه. گوشت کیلوی 40 یورو بیو. طبق اون رسمی که در قرون وسطا دارن، هر جا میرزن فینگ میکنن. فرهنگ بعدی باد معده است، برشون مهم نیست، انجام میدن. هر جا میرسن ادرار میکنن. روابط جنسی بسیار آزادی دارن. شما وقتی اینجا بیکار میشی دیگه نگران اجاره خونه و نگران اینا دیگه نیستی، یعنی از گشنگی دیگه نمیری. بازار کلا برداره اینجا شدیدن داغه. ببین، همه میخوان سرت کلا بذارن. اینجا امنه، اینجا قانون داره، اینجا فلانه. نه، کلن ایرانی ها اینجا قشر ضعیفی هستن. اینا هم همه حرفه، میگن پول دارن، میگن اگه بعده چرا بر نمیگردی. 90% ایرانیایی که اینجا هستن روشون نمیشه برگردن. یکیش خود من، چون در پسش چیزی به دست نیاوردی و عمرت رفته، با حس خجالت باید برگردی و اون حس رو ما نمیتونیم تحمل بکنیم. شما وقتی اینجا وارد میشی، بعد از چند سال تازه میرسی به سطح صفر. یه خونه اجاره میکنی، یه کار پیدا میکنی، کم کم شروع میکنی به زندگی. و این برای شما یه مقدار سخته. بخوای اینا رو ول بکنی بیای دوباره تو ایران کار پیدا بکنی، دوباره از صفر شروع بکنی. آدم سنش میره بالا. من الان نمیتونم ایران من زندگی بکنم. شاید من خیلی بهتر باشه، ولی من اینجا برنامه‌هامو ساختم. وقتی مثلا یک شکستی رو تجربه میکنی، وقتی از کارت اخراج میشی، وقتی از یک امتحانی وا میمونی، وقتی یه اتفاق بدی برات پیش میاد، اون حالت غریبانه‌ای که داری اصلا واقعا قابل توصیف نیست. حس خیلی بدیه.
اصلا قابل توصیف نیست. فکر میکنید دیگه اصلا دنیا دیگه تموم شده، یعنی هیچ کس نیست، هیچ کس نمیتونه هیچ دردی از روی سینت برداره. این حس قربت هیچ وقت از تو دل ما پاک نمیشه.